حمله مسلحانه بالای یک زن حامله هنگام ولادت، حادثه دلخراشی که بعد از آن رخ داد. تب داغ کرونا در برزیل، مرگ 3650 نفر در یک روز. افزایش 11% معلولیت در افغانستان. انفجار در خوست و ضربه مهلک دانشپو بر پیکر علیپور. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. تب داغ کرونا در برزیل، بر اساس آخرین آمار طی 24 ساعت گذشته در برزیل 3650 نفر بر اثر کرونا جان باختند. این بالاترین آمار روزانه مرگ و میر از زمان شیوع کرونا در برزیل است. در برزیل تاکنون مجموعاً 307,000 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. شمار موارد ابتلا نیز به حدود 12,400,000 نفر رسیده است. تنها در شبانه روز گذشته 84,000 مورد جدید ابتلا ثبت شد. برزیل پس از ایالات متحده دومین آمار مرگ و میر بر اثر کرونا در جهان را دارد. ژایر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل، خطرات این ویروس را نادیده گرفته است. اوایل این هفته او به مردم گفت از غر زدن درباره کرونا دست بردارند. افزایش 11% معلولیت در افغانستان. یافته های کمیسیون حقوق بشر نشان می دهد که در جریان 14 سال گذشته تعداد اشخاص دارای معلولیت در کشور به دلیل جنگ، ماین های کنار جاده و رویدادهای ترافیکی 11.2% افزایش یافته است. این کمیسیون امروز یک شنبه 8 مرداد گزارشی را تحت عنوان وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت در سال 1399 منتشر کرد که بر اساس آن 13.9% کل جمعیت کشور افراد معلول است، در حالی که افراد دارای معلولیت در سال 1384 به 2.7% کل جمعیت کشور می شد. کمیسیون حقوق بشر جنگ، انفجار ماین‌ها، رویدادهای ترافیکی، استفاده از داروهای خودسر، عدم رعایت ایمنی در محل زندگی، عدم تطبیق واکسین و عدم مراقبت زنان در دوران بارداری را از جمله عوامل افزایش میزان معلولیت عنوان کرده است. این کمیسیون گفته است که از میان 1504 تنی که پرسشنامه را تکمیل کردند، 1042 نفر یعنی 69.3% دارای معلولیت فیزیکی از نوع 294 تن یعنی 19.5% معلولیت حسی فیزیکی، 42 تن یعنی 2.8% معلولیت های بیولوژیکی و میتابولیزمی و 68 تن یعنی 4.5% معلولیت ذهنی و روانی داشتند. در گزارش آمده است 38.1% افراد شامل تحقیق که 573 نفر را تشکیل می دهد گفتند که به دلیل معلولیت مورد خشونت فیزیکی در خانه و جامعه قرار گرفتند، توهین و تحقیر شدند، از حمایت خانواده، مردم و دولت محروم شدند و از ورود آنها به محلهای عمومی و معاشرت با دوستان و نزدیکان جلوگیری شده است. بر اساس گزارش از میان 1504 فردی که پرسشنامه را تکمیل کردند، 1437 تن یعنی 95.5% تایید کردند که تذکره دارند، اما 68 تن یعنی 4.5% گفتند که به دلیل بی‌توجهی و دست کم گرفتن آنها توسط اعضای خانواده تا کنون نتوانستند تذکره دریافت کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که از میان
1504 تنی که پرسشنامه را تکمیل کردند، 425 تن یعنی 28.3% آنها در نهادهای آموزشی درس می خواندند که نشان می دهد در یک سال گذشته میزان دسترسی افراد دارای معلولیت به حق آموزش 15.5% افزایش داشته است. با این حال کمیسیون حقوق بشر گفته است که اشخاص دارای معلولیت از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و هنوز برنامه های دولت در زمینه حمایت های اجتماعی از اشخاص دارای معلولیت کافی نیست. انفجار در خوست. منابع محلی در ولایت خوست در گفتگو با خبرگزاری افق وقوع انفجار در مرکز این ولایت را تایید کردند. گفته شده است که در این انفجار 8 نفر زخمی شده است. کفیل ریحان عضو شورای ولایتی گفت که لحظات قبل انفجار در چهارراهی مجاهد رخ داده است. با گفته او این انفجار ناشی از موترسایکل بم گذاری شده بوده است. این عضو شورای ولایتی خوست افزود که در این انفجار 5 غیر نظامی و 3 نظامی زخمی شدند. گزارش ها که است که این انفجار در نزدیکی آمایش حمایت از جمهوریت برگزار شده رخ داده است. همزمان عادل حیدر سخنگوی پلیس خوست در گفتگو با افق تایید کرد در این انفجار یک رنجر امنیت ملی هدف قرار گرفته است. او جزئیات بیشتر ارائه نکرد. دانش در دیدار با متنفذین بهسود. منافع هزاره ها در حمایت از نظام است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در دیدار با نمایندگان مردم و متنفذین قومی ولسوالی بهسود میدان وردک که اخیراً گواه درگیری میان نیروهای دولتی و نیروهای مردمی بوده است گفته که منافع هزاره ها در حمایت از نظام و قانون اساسی و روحیه تقابل با دولت را ندارند. دفتر دانش در یک اعلامیه گفته است که در این دیدار قضایای اخیر مربوط به ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نمایندگان مردم مطالباتشان را با معاون رئیس جمهور در میان گذاشتند. و در پایان، همسر عامله یک مامور پلیس در قندهار هنگام ولادت هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. منابع امنیتی در ولایت قندهار میگویند همسر عامل جنایی حوزه 11 پلیس این ولایت هنگامی که برای ولادت به شفاخانه انتقال داده میشد هدف حمله مسلحانه قرار گرفته و کشته شده است. جمال ناصر بارکزی سخنگوی پلیس قندهار به خبرگزاری افق گفت این حمله شب گذشته 27 عمل رخ داده است. به گفته او این حمله زمان رخ داده که عامل حوزه 11 پلیس قندهار همسرش را برای ولادت به شفاخانه انتقال می داد. بارکزی افزود که در این حمله همسر عامل جنایی کشته و دکتران طفل این زن را تا یک عملیات به حالت زخمی نجات دادند. به گفته او در این حمله عامل حوزه 11 پلیس قندهار خودش نیز زخمی شده است. مسئولیت این حمله را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.